این است تعظیم شعائر الله تعالی. خدا رحمت کنه همه گذشته ها رو، مرحوم والد ما ها رضوان الله علیه. ایشون برنامه شون اینجوری بود، هم میگفتن هم عملا، که بعضی مواردش یادم الان انجام میدادن، که شعائر مقدسه حسینیه بر بقیه شعائر اسلام حتی مقدم عند التزاحم، تزاحم آقای صلاح آقای طلبه هست. الله متعال می فرماید ذلك و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، چونین است و هر کس شعائر الله را بزرگ شمارد، بیگمان بزرگ داشت آن نشانه پرهیزگاری دل هاست. یکی بگوید امثال این آخوند از کجا به سر و سینه کوبیدن را از شعائر الهی می داند؟ مگر ما مسلمانان امر نشده ایم هنگام روبرو شدن با مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بگوییم و صبر پیش سازیم؟ این همه آیات در فضیلت از برای چیست؟ وقتی قرار است قرنها پس از رویداد مصیبتی گریبان بدریم و بر سر و سینه خود بکوبیم. آیا سابقه دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم هر ساله برای عمویش حمزه و شهدای بدر و احد مراسم سینه زنی و قمه زنی را اندازی کند؟ آیا روایتی در کتب شیعه وجود دارد که علی رضی الله عنه هر سال برای درگذشت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مراسم سالگرد و سینه زنی را اندازد؟ آیا خود حسین رضی الله عنه برای درگذشت جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و پدر بزرگوارشان علی و مادرشان سرور زنان دو عالم و برادرش حسن رضی الله عنهم اجمعین هر سال مراسم نوح سرائی و سینه زنی را بیاندازد؟ نه تنها از این خبرها نبوده، بلکه مراسم شعائر مقدسه حسینیه ایتان طبق روایات معتبر سابقه داران مکتب تشیع نیز حرام و نادرست است. مجلسی، تبرسی و بروجردی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت می کنند که فرمودند دو آوازند که لعنت شده اند و الله تعالی را به خشم می آورند، آه و واویلا کردن در هنگام مصیبت و آواز خواندن با موسیقی. بحار الانوار جلد 82 صفحه 101، مستدرک الوسائل جلد اول صفحه 144، جامع الاحادیث الشیعه جلد 3 صفحه 486. از امیر المؤمنین روایت است که فرمود و من شما را از نوحخانی و شیون و واویلا کردن نهی می کنم. جامع احادیث الشیعه جلد 3 صفحه 372. محمد ابن مکی عاملی ملقب به شهید اول می گوید شیخ در المبسوط و ابن حمزه نوحه خانی را تحریم کرده اند و شیخ گفته است که نوحه خانی به اجماع شیعیان حرام است. از ذکرا صفحه 72 و بحار جلد 82 صفحه 107. منظور از شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن توسی ملقب به شیخ الطائفه است که نوحه خانی را حرام دانسته و گفته است نوحه به اجماع حرام است. یعنی تا زمان توسی شیعیان بر حرام بودن نوحه خانی اجماع داشته اند.
الله.